همیشه ترس و وحشت از این کنترلی که این سیستم فاسد روی اذهان و ذهن و شیوه زندگی و ابراز بیان مردم و آرتیست ها داشته این ترس و این وحشت همیشه غلبه کرده بوده و همیشه پیروز بوده تا, تا به الان برای همین خیلی از آرتیست ها دوچار سکوت شده بودن دوچار کمکاری یا انزوا شده بودن یا اصلا به کل تغییر روی و جهت داده بودن ولی خب الان این این تو این چند هفته های اخیر میبینیم که اکثرا دارن خودشون رو پیدا میکنن و این خیلی خوب و خیلی تحسین برانگیز هستش که آرتیست استقلال خودشون رو پیدا کنن و از چیزی و از هیچ سیستمی نترسن آزادی بیان آزادی نظر و اندیشه خودشون از طریق اثر هنری داشته باشن من قبلا اتفاقا از طریق همین تریبون و همین برنامه های شما اعلام کرده بودم که سالیان پیش که هیچ بنی بشری اجازه نداره مجوز یا حق انتشار اثر هنری به هیچ آرتیستی بده به کسی هیچ ربطی نداره آرتیست درش میخواد یه چیزی رو خلق کنه و آرتیست باید همراه مردم باشه هر هنرمند از هر سنفی اگر شما کاری میکنید که مخاطبتون مردم هست کاری میکنید که دوست دارید مردم ببینن نظر بدن و از مردمش و انرژی و انگیزه میگیریم برای ادامه کارتون وظیفه انسانی و شرافتمندانه شما هستش که ما همه با هم انعکاس صدای مردم جامعه باشیم اگر ما کار برای کسی تولید میکنیم و منتظریم این افراد ببینن اکثر نشون بدن به ما عشق بدن ما وظیفه داریم انعکاس صدای مردم باشیم اگر شرف داریم ما باید انعکاس اتفاقایی که دو جامعه میفته باشیم و همراه مردممون باشیم هنر اعتراضی تو این مقطع بسیار تازه پا و تازه جوونه زده در واقع این همه سال آرتیست ها همه خودشونو دوچار سانسور و سکوت و انزوا بودن پس این قضیه تازه جوونه زده و تازه داره شکل میگیره و خودش رو پیدا کنه برای همین هنوز خیلی جای رشد و جای پیشرفت داره منتها تمام کارهایی که تا الان شده تمام این ایده های جدیدی که داره خودشو پیدا میکنه و تزریق میشه به سطح جامعه واقعا قابل تحسین هستش و من تحسین میکنم این دعا رو به نظر من دیگه دستگیری و کشتار و قتل عام و هیچ نتیجه برای این رژیم فاسد نخواهد داشت بلکه بدتر مردم رو مصممتر و قدرتمندتر خواهد کرد خشمی که در مردم به وجود میاد با یک تار مو که از سر این عزیزان و جوانهای نازنین مملکت کم میشه یک قطره خون که ریخته میشه به ناحق جامعه بدتر مصممتر میشه که در جهت احقاق حق خودش در جهت پیروزی این جنبش مصممتر و قدرتمندتر جلو بره مردم همینطور که شاهدش بودیم متحدتر شدن با همدیگه یک یک ارتباطی بین مردم شک گرفته یه سری اتفاقای خیلی جالب و زیبا در حال افتادن هست که سمره شد در اینده خیلی نزدیک در ایران آزاد خواهیم دید الان میبینیم که جامعه جدایی و طلاق خودش رو از این سیستم فاسد گرفته تصمیم خودش رو گرفته و داره در جهت رسیدن به خواسته هاش و آزادی جلو میره به شدت